و لندو چاوز که بعد از مدت ها به طور ثابت در ترکیب ثابت تیم فوتبال فولاد خوزستان قرار میگیره، بازیکن برزیلی، هر سه بازیکن برزیلی فولاد خیلی به کار این تیم اومدن. با پای چپ ارسال خواهد کرد، چاوز حالا میتونه ارسال بکنه بلند به تیر دوم، فرصت برای بازیکنان فولاد و توی دروازه، توی دروازه فولاد خوزستان به ثمر برسه. یه بار دیگه ببینیم، عالی فرستاد به تیر دو، ببینید اونجا چقدر قشنگ ضربه سر زد ساسان انصاری، توپش به تیر عمودی برخورد کرد و در جلوی پای در واقع لوسیانو پریرا قرار گرفت، اون هم معطل نکرد و اصلا برای این ساخته شده. لوسیانو پریرا یه گلزن ذاتی است و دروازه رو باز میکنه برای فولاد خوزستان. فولاد 1 الفتح عربستان سعودی 0. از زوایای مختلف ملاحظه الفتح گرفته و الفتح بازیکن خلاقی هم نداره که بخواد درست استفاده لازم رو ببره. یه حرکت رو به جلو، بازم از لوسیانو پریرا موقعیت داره در محوطه جریمه، مهاجم برزیلی تیم فوتبال فولاد خوزستان و اعلام ضربه پنالتی، اعلام ضربه الفتح به خوبی توپ رو تصور کرد. این لحظه ایست که اینجا تکل، بله کاملا مشخص بود شاغری، بالا ما کارشناس داوری نیستیم اما بله. تک کاملا مشخصه که حالا مثلا که گفتم، ببینید من گفتم بازیکن فولاد قابل پیش بینی نیستن چون از نظر خلاقیت فردی تکنیکی بسیار بالا هستن. اینجا خوب فولاد خوزستان، شیمبا پشت توپ قرار میگیره، آقای کریستوفر جیمز حالا میتونه به توپ ضربه بزنه، لوسیانو پریرا، دومین گل فولاد خوزستان شکل میگیره. بله چه جایی هم زد لوسیانو پریرا، اونقدر گوشه زد و اونقدر به زاویه زد که اصلا کاری از دستش برنمیاد، خلاف جهت حرکت رو هم انجام داده بود. ببینید که چگونه در زاویه بالای سمت راست دروازه توپ به درون دروازه الفتح رفت. فولاد خوزستان یکی از اون مشکلات اساسی هست که سرمربیان و مربیان یه باشگاه و یه تیم باش دست به گریبان هستن. یه فیزیوتراپ خوب، یه پزشک خوب میتونه تاثیر بسیار مثبتی داشته. یه حرکت رو به جلو، باز هم از اسماعیل شریفات میتونه گل سوم شک بگیره، باز هم پنالتی و باز هم پنالتی و میتونه اخراج بشه. این چه داور قاطعیه، چه حرکتی انجام دادن بازیکنان فولاد خوزستان و اسماعیل شریفات که اینطوری سرنگون شد. آقای کریستوفر جیمز خیلی سریع نقطه پنالتیش کاملا هم مشخص بود، اصلا برای توپ نرفت، هیچ در واقع میشه گفت که برخوردی با توپ نداشت تکلش و فقط اسماعیل شریفات رو سرنگون کرد. و لوسیانو پریرا که ببینیم این بار به چه شکل به توپ ضربه خواهد زد، تیم مقتدر فولاد خوزستان، لوسیانو پریرا و باز هم توی دروازه، توی دروازه گل سوم فولاد خوزستان. تیمشون با پیروزی ارزشمند و قاطعانه 3-0 در نیمه اول به رختکن خواهد رفت و باز هم در خلاف جهت حرکت دفاعی و در یک حرکت تک به تک توپ رو گرفت از سالوموی کنگویی مهاجم تیم فوتبال الفتح. باز هم در محوطه جریمه و باز هم فرصت برای الفتح، یه ضربه میره که درون دروازه قرار بگیره و حالا توی دروازه، حالا توی دروازه. 10 نفره شده اما خدمتتون گفتم تلاش میکنه آبروداری کنه، به هر شکل اینجا هم یه مقداری با خوششانسیش برخورد کرد به مدافعین فولاد که کمونه کرد و به درون دروازه رفت. یه بار دیگه ببینیم محمد الفهید توپش برخورد کرد به حسن جعفری اگر اشتباه نکنم، تکل حسن جعفری تصادفی یه جورایی میشه گفت که پشت سر ارشاد یوسفی فرود اومد و اولین گل الفتح به ثمر رسید. فولاد 3 دروازه‌بان الفتح که توپش به بیرون رفت در سمت چپ، باز هم حرکت بازیکنان الفتح، عبدالله عبدالله اشتباه مدافعین این تیم، میتونه گل چهارم شکل بگیره و توی دروازه، توی دروازه غلامرضا رضایی گل چهارم فولاد جلو میفته فولاد خوزستان. این بار دیگه ببینیم در تصویر پاس‌های اشتباه و توپی که گرفتن از مدافعین کناری و ضربه چیپ غلامرضا رضایی که گل چهارم فولاد رو به ثمر میرسونه. نتونست علی المزیدی هم واکنشی نشون بده، چند دقیقه قبل هم اشتباه مدافعین و دروازه‌بان این تیم میرفت کار دستشون بده که در واقع میشه گفت که این اتفاق نیفتاد، اما در این لحظه غلامرضا رضایی کاملا استفاده میکنه از اشتباه بازیکنان الفتح. فولاد 4 الفتح عربستان سعودی 1، پیروزی قاطعانه فولاد و خوزستان در حدوداً 15 دقیقه پایان. در مرکز میدان سروش رفیعی، باز هم یه حرکت رو به جلو، حرکت از حسن جعفری، میتونه پاس بده به دهانه دروازه و باز هم میتونه پنالتی باشه، کاملا مشخص. اگه اینو پنالتی نگیره آقای کریستوفر
متوقف کرد، حرکت رو به جلوی حسن جعفری عالی حرکت کرد دیگه و هم یه کارت زرد دریافت میکنه، هم نقطه پنالتی رو نشون میده آقای کریستوفر جیمز، گل پنجم. اگر در واقع میشه گفت که موفق میشه حریف خودش رو با اقتدار شکست بده، در صدر گروه قرار بگیره، حالا میتونه به توپ ضربه بزنه غلامرضا رضایی، یه مکس از غلامرضا و توی دروازه، گل پنجم تیم فوتبال فولاد و خوزستان، پیروزی قاطعانه پرگل و ارزشمند فولاد کشورمون.